اوکی آیدی آزاد مثل این که از داخل کشور اشکال دارن، نمیتونن که مایکا بگیرن. هر موقع آماده شدید آزاد عزیز به من علامت بدید. نفر بعدی آیدی کامیاب 10 هست. 3 دقیقه بفهمید، خواهش میکنم. سپاسگزارم. عرض ادب خدمت عزیزان حاضر در روم، خصوصا آقای ایمان فروتن عزیز. خسته نباشید. من پیرامون اون پیشنهادی که قبل بهتون داده بودم اول صحبت کنم. آقای فروتن، من با دوستان، با یکی از دوستان صحبت کردم در رابطه همین مناظره‌ای که در راستای مسائلی هست که خودتون مطرح میکنید و کلن هدفمندی و سازماندهی و تشکیلات هست. اینه که با یکی از دوستان برای صحبت با دوست عزیزم صحبت کردیم و موافقت ایشون رو هم گرفتیم. فقط من میخوام ببینیم که شما چه مقدار ساعت رو در این مناظره اگر ممکنه، یعنی قائل هست، یعنی چند ساعت میتونید؟ که من عموما گفتم که اگر 2 ساعت مناظره داشتیم که بشین که شما پرسش و سوالای خودتون رو مطرح کنید و ایشون و این دوستان عزیز رو هم برای بتونن پاسخگوی اون نظرات شما باشن یا سوالهای شما، چقدر وقت میتونید در این مورد در نظر بگیرید که ما اگر ممکنه که برای پنجشنبه این کارو بکنیم. البته یکی از دوستان های جامعه شناس و روانشناس دکتر ایرانپور هستن که من تا قبل از پنجشنبه ببینم که میتونم آیا ایشون رو هم وصل بکنم یا نه. فعلا در حال این هستیم که بتونیم ایشون رو پیدا بکنیم و بتونیم که یک مناظره خوبی رو داشته باشیم در 2 قسمت متفاوت که هر کدوم از این عزیزان به تخصصات خاص خودشون رو دارن و بتونن به هموطنان و به راهکارهای همگی ما بتونن کمکی رو داشته باشن. خواهش میکنم. من فقط یه موضوعی رو در رابطه با بحثی که راجع مسنجرها شد، ببینید ما بیشتر مشکلاتمون یه مقدار قابل تحمل تر از تصویرهایی است که بعضی از دوستان درباره اونها میکنن. ببینید از همین فضای مسنجر به راحتی، همینطور که آقای فروتن دارن استفاده میکنن، همین فضا میتونه به نوعی خبررسانی بکنه به هموطنان و داخل کشور که مسنجرهایی هم وجود داره از قبیل بیلوکس و پالتاک که میتونه اتحاد رو در اونجا شکل و شمایلی رو ببخشه. خب به هر حال اگر مشکلاتی هم هست، اما حقایقی هم پشت این قضایا همیشه وجود داره. سپاسگزارم. من مایک آزاد میکنم، منتظر پاسخ ایمان فروتن عزیز هستم. مایک آزاد. با تشکر از کامیاب عزیز. کامیاب عزیز، همونجوری که خدمتون عرض کردم، من اینجا و در جنبش ایران فردا ما اینجا داریم سعی میکنیم در تقریبا همه روز در هفته بلندگوی صدای شما عزیزان و خواسته های شما عزیزان، به خصوص کسانی که از داخل کشور هستند، باشه و البته شما عزیزانی که فعال هستین در خارج از کشور. بنابراین ما چون برنامه روزانمون 1 ساعت هست، من البته این پنج شنبه به احتمال زیاد شاید بشود برنامه 2 ساعته گذاشت برای اون برنامه هفتگی که ما از کانال پارس داریم. به دلیل همیاری ها ممکنه که اجرا نکنیم برنامه همیاری در تلویزیون پارس، ولی هر روز از برنامه E2 برنامه داریم. من از طریق ایمیل، شما میتونید از طریق ریپابلیکن با من در تماس باشید و سعی بکنیم برای این پنج شنبه یک برنامه 2 ساعته، 1 ساعت و نیم، 1-2 ساعته بذاریم. در رابطه با سوال و جواب ها، من همه رو در اختیار شما میذارم. من فقط تنها کاری که خواهم کرد اینجا سعی خواهم کرد که یک هماهنگ کننده عادل باشم که بین سوال و جواب ها، زمان ها، وقت مساوی بین طرفین باشه. خواهش من از شما این است که در وهله اول بین خودتون در اتاق اول پیشنهاد به عزیزان داخل اتاق بدین، ببینید که مایل هستن همچین مناظری رو، اسم 2 نفر رو بدید، موضوع بحث رو بدید، تقاضا بکنید که عزیزان سوالهای خودشون رو برای شما بفرستن. اگر دیدید 2-3 تا فقط سوال هست، دیدید پس شاید که عزیزان هیچ میلی نداشته باشن اون مناظره انجام بگیره. اگر تعداد و استقبال بیشتر بود، من اینجا در خدمت شما هستم، به من بفرمایید و من ترتیب این رو میدم که همین پنج شنبه و یا یک روز دیگر برنامه 2 ساعته رو که مایل هستید داشته باشیم که بتونیم بعداً در تمام آمریکا و از طریق اینترنت در اروپا پخش کنیم. بسیار متشکرم. نفر بعدی لیان عزیز، بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر از جناب فروتن عزیز و عرض ادب خدمت همه عزیزان. من به طور 3 دقیقه اجازه بدید من یک متن رو میخوام بخونم از علیرضا رضایی. خیلی جالب بود که خوشبختی در کنفرانس G15 که در آن درباره همه چیز صحبت شد جز G15.
سرانجام قرار شد همون کاری بشود که 6 ماه پیش قرار بود بشود. ما زمین خوشحالی مجدد به دلیل اسکل شدن کره زمین ظرف 6 ماه گذشته توسط جمهوری اسلامی آمادگی خود جهت شرکت در هر گونه جشن ملی اعلام نموده و در همین جا مفاد دهگانه توافقنامه مزبور را بین جمهوری اسلامی و ترکیه و برزیل این وسط چیکار است را می آورید. 1. 3 کشور بر لزوم پایبندی به اصل ولایت فقیه تاکید نموده و هر گونه وگرنه عین ژنو همین الان دوباره از بیت زنگ میزنند میگویند غلط کردیم، نیم کیلو اورانیوم هم نمیدهیم. 2. جمهوری اسلامی حق دارد در قبال این همکاری چند نفر دیگر را هم قبل از 22 خرداد اعدام بکند و هر گونه اعتراضی از هر جایی باعث لغو یک طرفه این توافقنامه خواهد شد. 3. استعمار جوان فرانسه باید علاوه بر محمد کاکاوند و علی وکیلی را بقیه را هم که برای پناهندگی آمدند فرانسه پس بدهد، وگرنه کار است دیگر. یک دفعه دیدی قضا بلا بود، همین خانومی که در ایران در زندان بود وسط پاریس خدا نکرده رفت زیر ماشین و یارو هم در رفت. 4. برزیل و ترکیه باید تضمین بدهند که هر وقت قطعنامه داشت پاره میشد با خریدن رأی تمام کشورهای دوست و برادر مشت محکمی وارد آورده، در عوض هرچی مز و شوالی داشتن بنازن به ما. 5. ترکیه همچنین، و این داستان ادامه داره. اینا خدمت دوستان عزیز به عنوان مطلب طنزی بود از این موضوعی که واقعا جهان و این جمهوری اسلامی گوشه سر کار و فقط تایمو داره میخره. ولی خب یک تفاوت این وسط هست که این تحویل اورانیوم با ادامه غنی کردن این اورانیوم خیلی فرق میکنه این موضوع. و اما خبر جدیدی اومده روی بی بی سی که آمریکا همچنین تاکید کرده بر ادامه این تحریم ها و این عضویتی یه مداد بی تاثیر گذاشته، چون جمهوری اسلامی معمولا در عمل همیشه منتظر میشن و از اون موضوع اداره جهانش تا این موضوع حالا امضای قطعنامه، حالا موضوع بازرگانی بود آخر اومد رسید به اعلام یک توافق یک قطعنامه راجع به تبادل اورانیوم چرا اینجوری شد بماند. خب از بیدیم من تایم در خیلی دوستان عزیز دیگه قرار بدم تا صحبت کنم. تشکر از تایم. با تشکر از لیان عزیز، اجازه بدید خواهش کنم اول آیدی 1 ستاره صحبت کنه، ادمین محترم روم، و بعد کامیاب 10، و بعد برنامه امروز به پایان خواهد رسید. ما حدوداً 6-7 دقیقه حد اکثر 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم به پایان برنامه. این صدایی هم که شنیدید آخر 3 دقیقه لیان بود. خب کام یه ستاره بفهم، میگه تایم ریپابلیکنه. اوکی ریپابلیکن عزیز از داخل کشور شما صحبت کنید لطفا. ریپابلیکن منتظریم که ریپابلیکن عزیز اگر صدای من رو دارید یک علامت بزنید، اگه میخواین صحبت بکنید 2 بزنید، شاید دیسی شده باشن احیاناً. اوکی ستاره عزیز شما میخواین صحبت کنید یا میکو بدن به کامیاب بعدی؟ کامیاب عزیز شما بفهمید، خواهش میکنم. سپاسگزارم عرض ادب مجدد. جناب فروتن، در این برنامه رو ما در روم ایران آزاداندیشان ایران این برنامه رو گذاشتیم که این روم هم هدفش ساختارسازی های جنبش هست، یعنی کل برنامه این اتاق ساختارسازی های جنبش هست که به نام آزاداندیشان جنبش آزاداندیشان ایران است. اینی که ما در این اتاق این برنامه رو شکل میگیریم. بعد دوست عزیزی اونم که من اول آخر اسمش رو میزنم، به هر حال خودتون میدونید دوستان نزدیک هستن، حالا اگه ایمیلتون باز بود با هم بیشتر با هم صحبت بکنید. بعد اگه ممکنه به من یک ایمیلی بدید، یک ایمیل رو به من بدید که من بیشتر بتونم باشه در تماسش باشم. سپاسگزارم، مایک رو آزاد میکنم.